در حالی که دو روز به برگزاری مراسم اسکار مانده، نگاهی داریم به نامزدان دریافت جایزه در گروه فیلم تصویر متحرک. فیلم فرانسوی ایلوژنیست یا تردست، کار سیلوان شومه فرانسوی، تنها فیلم کارتونی این گروه که با دست نقاشی شده است. داستان یک شعبده باز بدشانس است که یکی از طرفدارانش انگیزه دوباره در او ایجاد می کند. فیلم داستان اسباب بازی 3 محصول کمپانی دیزنی پیکسار، تنها نامزد بهترین تصویر پردازی. یکی از پرفروش ترین فیلم های دنیا، بیش از 1 میلیارد دلار از فروش فیلم و ویدیو نصیب خود کرده است. کنت برانا، بازیگر و کارگردان ایرلندی مجری مراسم اعلام نامزدی، میگوید همه فیلم هایی که نامزد شدن فوق العاده خلاق و اوریجینال هستند. یک فرصت ناب برای همه کسانی که این فیلم را میبینن، چه امشب در اینجا و چه در تمام دنیا. فیلم روز و شب با فیلم نامه و کارگردانی تدی نیوتن با استقبال رسانه ها مواجه بوده. شخصیت های قطره ای و حبابی که یکی از آنها شب و دیگری روز است. وقتی خبر اعلام نامزدی را شنیدم، در واقع برای تولد نوزادم در بیمارستان بودم. پسرم تازه به دنیا آمده بود. تولید کننده فیلم به من زنگ زد که به من خبر بدهد. من هم نامزد دریافت اسکار شده بودم و هم یه پسرم به دنیا آمده بود، 2 ماه بعد در یک روز. و این فیلم ماداگاسکار یا سفرنامه است، نامزد دیگر فیلم کوتاه انیمیشن. ترکیب آبرنگ انیمیشن و سه‌بعدی بیننده را به سفر به جزیره ماداگاسکار می‌برد و به میان بومیان آنها و به خصوص مراسم ترحیم و تشییع. کارگردان میگوید همونطور که در فیلم می‌بینید سفرنامه است، ماجرای انیمیشن. فکر اصلی این بود که یک کار را تماماً رنگی درست کنیم. صحنه های از فیلم چیز گم شده. در این فیلم یک پسر بچه موجود عجیب در ساحل پیدا می کند و تصمیم می گیرد خانه ای برای آن پیدا کند. این فیلم کوتاه تا کنون در جشنواره های مختلف جوایز بسیاری را بوده است. کارگردان این فیلم میگوید داستان بسیار کوتاهی است. من به فیلم های کوتاه واقعا علاقه دارم، چون کارم نوشتن داستان های کوتاه و تصویر پردازی آنهاست. فیلم بیا آلوده کنیم، فیلم طنز و طعنه آمیزی به سبک فیلم های آموزشی دهه 50 و 60 میلادی است. درباره آلودگی و موجوداتی که هم مقامشان آلوده کردن و راه های بهتر آلوده کردن است. از کارگردان میپرسیم برای مراسم شب اسکار ریشش را چگونه می آراید؟ سعی می کنم حتما پیچ و تابی در خور مراسم اسکار داشته باشد. نمیدانم. فیلم محصول مشترک آلمان و بریتانیا، داستان موش هیلگری است که برای قدم زدن به جنگل می رود و سر همه حیوانات درنده را کلا می گذارد. یک خانواده بزرگ هنری و امیدهای بزرگتر برای دریافت جایزه اسکار.